أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. با تشریح نظرات مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه معلوم می شود با این که انس عمیقی به این مسائل حکمت داشتم در هیچ جا مخصوصا در تفسیر این کریمه تحت الشعاع و متأثر از این آرا نبودم، ولی شما از اول تا آخر تفسیر المنار را که در این بخش ملازم فرمایید میبینید این کان الناس امتا واحدتا را بر همون معنای اینکه انسان مدنیه به طبع است تطبیق کردن. حالا فرقها چقدر هست ملاحظه خواهید کرد. شاگرد عبدو محمد رضا رشید رضا میگوید که من از استاد خواهش کردم تفسیر این آیه را شخصا بنویسم، یعنی آیه کان الناس امتا واحدتا را. در تفسیر آیات دیگر استاد تدریس میکرد و ایشون تقریر میکردن و تقریر درس ایشون به عنوان تفسیر المنار چاپ شد. این تفسیر المنار تقریرات درس محمد عبدوست، ولی تفسیر این آیه مبارکه چند صفحه است که به خط خود استاد است، یعنی محمد عبدوست، و این جریان هم در تفسیر المنار آمده است. و آرایی که در مسئله بود ایشون این رأی را که از قرطبی و دیگری نقل شده است پذیرفت. یعنی محمد عبدو می گوید من این رأی را می پذیرم که کان الناس امتا واحدتا، یعنی انسان ها مدنیه به طبعا، چون انسان ها طبعا اجتماعی هم و در اجتماع قانون لازم است و اختلاف را پیدا میکند، پس پیامبر میخواهند که این کانه را منسلخ از زمان دانستن. الان هم کان الناس امتا واحده، یعنی انسان ها مدنیه به طبعا، چون مدنیه به طبعا طبعا امت واحده ان طبعا اجتماعی ان قانون لازم دارن و قانونم باید قانون الهی باشد. در اینجا چند اشکال بود که در خلال تبیین فرمایش مرحوم استاد گذشت. این تفسیر المنار این بخشش را اول تا آخر ملاحظه فرمایید. چند اشکال در این بحث هست. یکی این که انسان مدنیه به طبع نیست. چهار دلیل نقل شد، هم دلیل قرآن عقلی، هم دلیل قرآنی، هم دلیل روایی و هم شواهد تاریخی. طبق اون چهار دلیل ثابت شد که انسان طبعاً طغیانگر است و اگر بتواند تنها زندگی کند تن به جامعه نمی دهد و این هم که تن به اجتماعی بودن می دهد برای اینکه ناچار است از دیگران کار بگیرد و به دیگران کار بپردازد و اگر بتواند فقط از دیگران بهره بگیرد همون طوری که از هوای بهره میگیرد، همون طوری که از گیاهان بهره میگیرد، همون طوری که از حیوانات بهره میگیرد، از انسانهای دیگر هم بهره میگیرد، او طبعا اجتماعی نیست. به اجتماع روی اضطرار تن در میدهد، نه اینکه طبعا و فطرتا اجتماعی باشد. محصول اون چهار دلیل این بود که انسان طبعا استخدام کننده است و چون توان اون را ندارد تمکین می کند که با دیگران بسازد. پس نمی توان گفت کان الناس امتا واحدتا، یعنی انسان مدنی به طبع است. نه، طبع اولیش نیست. طبع اولیش انسان با دیگری نمی سازد.
طبع اولی انسان استثمار است و استخدام طبق اون چهار دلیل، و چون میبیند که ممکن نیست تنها زندگی کند و این فکر استثمار را دیگری هم دارد، ناچار با دیگری توافق میکنند و منتظر قدرتمندی هم روزی همشه به قدرت رسیدن اون قراردادها را لغو میکنند. هر روزی که بشر به دستش برسد اون قرارداد لغو میکنند. پس انسان طبعاً هماهنگ نیست، هم برهان عقلی بود، هم قرآنی بود، هم روایی بود، هم مسائل تجربی. انسان طبعاً طوری است که میخواهد از دیگران بهره بگیرد، چون این خوی در دیگران هم هست، ناچار با یکدیگر توافق میکنند بر یک قانونی. مطلب دوم آن است که روش تفسیری مرحوم استاد علامه رضوان الله علیه این بود که اولاً در خود آیات تأمل می کردم، چون خود قرآن نور است و در او ابهامی نیست، آیات یکدیگر را تبیین می کنند، و چون خود قرآن ما را به اهل بیت علیهم السلام ارجاع داد، در کنار آیات قرآنی روایات را مطالعه می کردم، و چون هم قرآن و هم روایت به عقل بها دادن، گفتن عقل چراغ است نه کالا، این چراغ در دستتون باشد، با این چراغ راه را از غیر راه تمیز بدید، آب زلال را از آب شور تشخیص بدید و مانند آن، با چراغ عقل، با برهان عقل هم آیات را میشناختن هم روایات را. لذا شما وقتی در نوع این کتاب المیزان به بحث‌های روایی میرسید، میبینید گاهی خود روایت را نقل میکنن بدون اینکه در روایت بحثی بکنن، فقط یه جمله کوتاه میگوین، میفرمان هازا یعید و مامر و بهی زهر اتقان و ما تقدم و معناهو ما قدمنا. یعنی هم آیات را میدیدن، هم روایات را کنار هم میدیدن، هم از برهان عقلی غفلت نداشتن، اونگاه دست به قلم میکردن. این معنای تفسیر قرآن به قرآن است و اعتراض. چون این روش در المنار امثال المنار نبود، اون چرا که مرحوم امیرالاسلام در مجمع از اصحاب نقل کرد که روا اصحابنا عن ابی جعفر الباقر سلام الله علیه که ان الناس بین آدم و نوح کان و امتا واحده، چون به این روایت و امثال این سر نمی سپردن، این کان الناس امتا واحده را همون مدنیه به تب معنا کردن. ولی مرحوم علامه به استناد همین روایتی که مرحوم امین الاسلام به عنوان روا اصحابونا عن ابی جعفر الباقر سلام الله علیه نقل کردن، هم در اون چه که از حکما رسیده است به دقت تأمل کردن دیدن تام نیست، و هم در این روایت به دقت تأمل کردن دیدن حق است، آیه را بر طبق این روایت معنا کردن که کان الناس امتا واحدتا، یعنی انسانهایی که بعد از حضرت آدم و قبل از نوح سلام الله علیهما بودن، انسانهایی بودن که در حد بساطت به سر می بردن، کم کم در اثر رشد صنعت و غیر صنعت اختلاف پیدا شد، نیازی به مجموعه قوانین پیدا شد، و اولین مجموعه همون کتاب نوح سلام الله علیه است. این خصوصیت تفسیر ایشون است. مطلب بعدی آن است که اختلاف را قرآن کریم ریشیابی کرد و به اهل علم سپرد. همون طوری که در اسلام علما ورثه انبیایند، علوم و معارف را از انبیا ارث میبرند، اون وحدت و هماهنگی و صفای زمین را هم باید از انبیا ارث ببرند. انبیا هر کدام که آمدند گذشته را تصدیق کردن، مصدقن لما بین یدیه بود. علما هم باید این چنین باشند. و اگر علمای ادیان الهی این چنین بودن، هرگز نه به روزگار مردم می آمد اون چرا که آمد، نه بر سر خود علما می آمد اون چرا که آمد. الان بیش از 3 میلیارد مردم روی زمین زندگی می کنن، خدا و پیامبر و وحی و فرشته و همه را قبول دارن،
یعنی مسلمان و مسیحی و یهودی. و اما این تفرقه مذاهب به وسیله همون علما و احبار و رهبان شد. اونا یا آیات صریح عهدین را کتمان کردن، تحریف کردن، یا آیات ظاهر عهدین را تفسیر برای کردن و این اختلاف پیدا شد. وگرنه در عهدین در کمال صراحت و ظهور بشارت به ظهور وجود مبارک رسول اکرم علیه آلاف و تحیید و سنا داده است. لذا در همون صدر اسلام خدای سبحان به رسولش فرمود به علمای کتاب بگو فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، شما اون تورات را بیارید و تلاوت بکنید و طبق تورات عمل بکنید اگر راست میگویید و واقعا یهودی هستید و به تورات بها میدهید، فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. بعد از اون اختلافی که بین علمای ادیان هست، اختلافی بین علمای مذاهب هست، چون دین بیش از یکی نیست، نمیشود گفت ادیان آسمانی، چون ادیان نشانه آن است که چند دین نازل شده است، در حالی که این دین دلاله اسلام، ولی همین دین واحد را اونها ادیان کردن، چه این که همین مذهب واحد را بعدی ها مذاهب عرب و امثال ذلک در کنار مذهب حق ساختن. اگر اون دین سازی و این مذهب تراشی به دست علما صورت نمی گرفت، جامعه انسانی و اسلامی مشکلی نداشت. لذا همونطوری که اصل علم را علما از انبیا ارث می برند، این وحدت و شرح صدر و همسازی همراه هم باید ارث ببرند. در قرآن کریم این مطلب آمده است که اگر کسی اختلاف کرد از تو نیست و تو هم از اینها جدایی. در سوره مبارکه انعام خطر اختلاف را این چنین بازگو کرد، آیه 159 سوره انعام: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اونا که دینشون را تفرقه کرده ام، چون بانک دین نور واحد است، به صراط واحد است، هیچ پراکندگی در اون نیست. اونای که دینشون را متفرق کردن و کانو شیعا یعنی سارو شیعا گروه گروه شدن، لست منهم فی شیء، در هیچ امری از امور اونها تو حضور نداری. انما امرهم الالله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. خدا کار اینها را یکسره خواهد کرد. در بیانات هست امیر سلام الله علیه راجع به اختلاف مطالبی است که بعضی از اون مطالب قبلا خونده شد، حالا تبرکاً بعضی از اون مطالب را می‌خوانیم، چون همه علوم اسلامی علم حیات است، اما قرآن واقع کتاب زندگی است، یعنی کتابی است که انسان وقتی درس می‌خواند، بحث می‌کند، مطالعه می‌کند، واقعاً آداب زندگی رو یاد می‌گیرد که چجوری زندگی کند. و اگر آداب زندگی در اوائل سن مشخص شد، بعداً انسان راحت است. و اگر خدای ناکرده در اوائل سن مشخص نشد، بعد طرفی نمی‌بندد. در خطبه 18 من نهج البلاغه صفحه 60 از این چاپ فرمود به این که منشأ اختلاف فتوا چیست؟ منشأ اختلاف حکم چیست؟ البته این صدر و ذیلش نشون میدهد که ناظر به کسانی است که جعل الرشد فی خلافهم، نه ناظر به روش امامیه. فرمود ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه. بر یکی از اونها یک قضیه و داستان و جریانی اتفاق می افتد، با رأی خود حکم می کند، نه به کتاب الله. ثم ترد و تلکل قضیتو به عینها علی غیره، همون جریان بر غیر اون قاضی و حاکم وارد می شود، فیحکم فیها به خلاف قوله، این دومی بر خلاف رأی اولی طبق رأی خود حکم می کند. ثم یجتمع القضات
بذالک این در امام الذی استقضاهم، این قاضیانی که گوناگون حکم کردن پیش اون رهبرشون که همه اینها را به سمت قضا وادار کرد جمع می شدن. اون رهبر هم رأی همه اینها را تصویب می کند و صحیح می داند. فیصوبوا آراءهم جمیعا، در حالی که و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد. اف امرهم الله سبحانه بالاختلاف فاتاو، آیا خدای سبحان معاذ الله اینها را به اختلاف دعوت کرده است که اینها اطاعت خدا کردن؟ یا نه ام نهاهم عنه فعصوه، یا اینکه خدا اینها را از اختلاف نهی کرد، اینها معصیت کردن به اختلاف تن در دادن. خب این از باب صبر و تقسیم است، نظیر اون چه که در قرآن آمده است که خدا به پیامبرش فرمود به اینها بگو انا و ایاکم لعلا هدن و فی زلال مبین. این انصاف در داوری است. فرمود به مردم بگو یا ما گمراهیم یا شما گمراهید، با اینکه رسول خدا علی بینت بود، با اینکه خدا فرمود انک علی الحق المبین فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم مانند. این از باب انصاف در تعبیر است. در بخش دیگر درباره دعوت به اتحاد این چنین فرمود، خطبه 127 فرمود ولزم و سواد اعظم، منظور از سواد اعظم شهر بزرگ نیست، منظور از سواد اعظم جامعه اسلامی است. ممکن است کسی در شهر بزرگ به سر ببرد اما فکرش فکر روستایی باشد، و ممکن است کسی در روستا به سر ببرد اما فکرش فکر جامعه باشد. فرمود ولزم و سواد اعظم فإن ید الله مع الجماعه و ایاکم والفرقه، از این که فرمود به سواد اعظم تن در بدید ملازم باشید، یعنی انبوه مردم، همین تعبیری که رایج است میگوین میلیونی. فإن دلیلش همین است، نفرمود شما در شهر بزرگ برید بر این که امکانات اونجا فراوان است، خیابان دارد. سواد یعنی جمعیت، این مردم وقتی زیاد شده میشه سواد، سواد یعنی شهر نیست که. اصولا چیزی که انبوه است به سیاهی میزند بشکن سواد، وگرنه سواد یعنی بلد نیست. دلیل را ملاحظه فرمایید، ولزم و سواد الاعظم، چرا؟ فإن ید الله مع الجماعه. خب یعنی با این توده میلیونی مردم باشید، حالا هر جا میخواد زندگی کنید، نه اینکه مهاجرت کنید بیاد شهر. نفرمود ولزم و سواد الاعظم همتون از روستاها بیاید تهران، فرمود همتون تو این تظاهرات میلیونی شرکت کنید، هر جا مردمان باشید. چرا؟ فإن ید الله مع الجماعه، نفرمود بیایید سواد اعظم برای اینکه امکاناتش فراونه، فرمود تو جمعیت باشید با مردم. فرمود ولزم و سواد الاعظم، چرا؟ فإن ید الله مع الجماعه، یعنی قدرت خدا و عنایت خدا با جماعت است. شما به این فکر نباشید که تنها زندگی کنید و تک رو باشید، این یک دلیل. و ایاکم والفرقه، از تفرقه بپرهیزید. معلوم می شود سواد اعظم یعنی جامعه، همین توده میلیونی. اونگاه این دو دبیر همش سخن از جامعه است، نه سخن از شهر و روستا. ولزم و سواد الاعظم فإن ید الله مع الجماعه، این یک چاهه. و ایاکم والفرقه، از تفرقه بپرهیزید، این دو شاهد. اونگاه فرمود این نشاز من الناس لشیطان کما ان نشاز من الغنمه لزه، همونطوری که گوسفند وامونده از رمه از سرپرستی شبان محروم از طعمه گرگ میشود، یک انسانی که از جامعه جدا بشود به این فکر باشد که تک زندگی کند، از سرپرستی رهبر جامعه محروم است و طعمه شیطان است.
فإن الشاذ من الناس للشیطان کما أن الشاذ من الغنم للذئب. این هم سه شاهد. اونگاه فرمود الا من دعا الى هذا الشعار، اگر کسی مردم را به شذوذ دعوت کرد، به تفرقه دعوت کرد، به تکروی دعوت کرد، مردم را اربن اربا کرد، الا من دعا الى هذا الشعار فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذه، اگر زیر امامه منم باشد، امامه مرا هم در سر داشته باشد، این شعار تفرقه را بدهد، او را تردش کنید و از پادر بیاید. بعد جریان حکمین را بازگو میکند. فمود فین نما حکم الحکمان لیوهی یا ما احی القرآن و یومیتا ما امات القرآن. فرمود این حکمین که شما بر ما تحمیل کردی، ما به حکمین از این جهت رضا دادیم که اینها بیان اون چرا قرآن زنده کرد احیا کنن، اون چرا قرآن امات کرد بمیرانن. این یه اصل کلی که انما حکم الحکمان ابو موسی و امرئاس علیهما من الرحمن ما یستحقان لیوهی یا ما احی القرآن و یومیت ها ما امات القرآن. این اصل کلی. بعد فرمود و احیاؤهو عل اجتماع و علی، احیای قرآن این است که همه با قرآن باشن، و اماتتهو عل افتراق و ان، اگر جامعه مبتلا به تفرقه شد قرآن را از بین برد، اگر جامعه با هم بود قرآن را زنده کرد. و احیاؤه عل اجتماع علی و اماتته عل افتراق عن. پس قرآن وحدت را احیا می کند و اگر کسی دم از اختلاف زد قرآن را امات کرد. تعبیرات بعدی هم ناظر به همین. اونگاه در مطلب دیگر فرمود که اگر کسی به این فکر است که با افتراق به نانی برسد، به مقامی برسد، به جاهی برسد، این را من به او هشدار می‌دهم که با تفرقه هیچ کس به جایی نرسید و به جایی نمی‌رسد. باش تشبیه نیست، این سخنرانی است، با مردم در بزرگان سفین سخنرانی میکند، مردم رو به اتحاد دعوت میکند و اینا آمدن زمینه تفرقه رو ایجاد کردن. بس برابر این حکمیت اینها رو زیر سؤال بردستن. در خطبه 176 این چنین میفرماید فإیاکم و تلون فی دین الله، چون اختلافات مردم اختلافات ریشه ای نیست، اختلافات مردم به وسیله اختلاف رهبران دینی اوناست. فرمود فإیاکم و تلون فی دین الله فإن جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقت فی ما تحبون من الباطل. فرمود اگر با هم باشید گرچه برای شما ناگوار است، برای اینکه در یک روستا یا یک شهر یا یک مرکز دو نفر هم دوره بودن، کسی به مقامی رسید به دیگری به مقامی نرسید، اگر این دومی که مقام اثبات ندارد گرچه مقام ثبوتش مثل دیگری است با دیگری باشد، هم دنیای او تأمین است هم آخرتش، گرچه برای ذائقه او تلخ است، ولی فرمود این تلخی بهتر از شیرینی کاذب اختلاف است. فإن جماعتن فیما تکرهون من الحق خیر من فرقتن فیما تحبون من الباطل. اونگاه فرمود و ان الله سبحانه لم یعط احدا بفرقتن خیرا ممن ملا ولا ممن بقی. فرمود احدی با تفرقه خیر نمیبیند، نه در گذشته خیر دید نه در آینده خیر میبیند. قبلا هم عرض شد که این بیان را حضرت بر اساس وحی می‌فرماید، نه بر اساس تجربه به تاریخ، چون تجربه به تاریخ حد اکثر درباره گذشته است، درباره آینده که به ذرس قاطع نمی‌شود حکم کرد،
حضرت فرمود چه در گذشته چه آینده احدی را خدا با تفرقه افکنی خیر نمیده. این هم یه مطلب. هبت ما صنعوا فیها، در قرآن کریم فرمود به این که این درخت دنیا هرگز برای کسی میوه نمیدهد. لا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات دنیا. زهره مثل تمره است، زهر و زهره مثل تمر و تمره است. زهر یعنی شکوفه، زهر و روی یعنی شکوفه بهار. تعبیر کرد فرمود نگاه به این شکوفه نکن، درخت دنیا برای هیچ کی میوه نمیده. مثل یک درختی است که یک باغبان ناآشنا این درخت را در یک منطقه سرسیر بکارد. این بهار دیررس دارد و پاییز زودرس. فقط این درخت در منطقه سرسیر شکوفه میدهد، این شکوفه میوه نمیشود. تا این شکوفه بخواهد ببندد که میوه بشود، اون پاییز زودرس میاد را از بین میبرد. فرمود دنیا برای هیچ که میوه نداد و میوه نمیدهد. فإن الله سبحانه وتعالى لم يعط احدا بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي. اینا در خطبه های حضرت است. در نامه های حضرت یک نامه برای ابو موسی مرقوم فرمود، در اونجا به ابو موسی خطاب میکند، فرمود بدان که احدی در بین امت اسلامی مثل من علاقه به وحدت ندارد، برای اینکه حق مسلم مرا غصب کردن دیگه، در این که حرفی نیست و ما نیامدیم جنگ داخلی راه بیندازیم. کسی به اندازه من مظلوم نشد. ما زلتو مظلوم منذ قبض رسول الله، اول مظلوم اوست. فرمود اون روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحلت کرد، تا الان من مظلومم. ما زلتو مظلوما منذ قبض رسول الله. فرمود اون وقتی که حضرت رحلت کرد، تا الان بر من ظلم شده است. فرمود ما نیامدیم یه حزبی درست کنیم، نیامدیم اختلاف راه بیندازیم، نیامدیم مردم رو به جان هم بیندازیم. من اون قدرت هم که دارم، الانم که در زمان حکومت اون حضرت بود به سن 60 سالگی رسید، کسی داشت پیشنهاد جنگی میداد، حضرت فرمود من وقتی که سنم 20 ساله بود جنگا رو من فتح میکردم. نجمت نجوم قرن الماعز، تو الان مثل بز برای من شاخ درآوردی. ماعز یعنی بز، نجمه یعنی رهره. فرمود نجمت نجوم قرن الماعز، قرنم یعنی شاخ. فرمود حالا تو داری دستور جنگ لشکرکشی رو من نشون بدی. من اصلا در 40 سال یا شمشیر زدم یا شمشیر خوردم، عمرم تو جنگ گذشت. اون وقتی که من 20 سالم بود که جنگ رو من فتح می‌کردم، که در تمام این 40 سالم که سابقه نظامی دارم، نجمت نجوم قرن الماعز داری من دستور میدی. خب با این قدرت بود، پس قدرتش قابل کتمان نبود و می توانست لخره باند و حزبی هم بسازد. فرمود این کار هیچ کس را به جایی نمی رساند. ان الله سبحانه و تعالی لم یعطه به فرقت آدم خیرم ممن مدا ولا ممن بقی. در بحث های دیگر هم به حضرت گفتن که شما اختلاف کردید در دین. حضرت فرمود ما نذاشتیم در دین اختلاف پیدا بشود. به اون یهودی فرمود، فرمود شما در متن دین اختلاف کردید، شما در موسی و تورات اختلاف کردید، ما از قرآن اختلاف کردیم نه در قرآن. این تو کلمات قصار حضرت هست، در کلمات قصار شماره 317. و قال له بعض اليهود ما دفنتم نبیكم علیه و اهل بیتی الصلاة و السلام حتی اختلفتم فیه. اون یهودی به حضرت گفت شما هنوز پیامبرتون رو دفن نکردید که درباره او اختلاف کردید. فقال علیه السلام لا انما اختلفنا عنه لا فیه. ما اختلاف کردیم که از او چیزی رسیده یا نرسیده، وصی تعیین کرده یا نکرده، نه در او و حقانیت او و در دین او و در حقیقت او. ولی شما در پیامبرتون اختلاف کردی، اونم در زمان حیات پیامبرتون. فقال علیه السلام له انما اختلفنا عنه لا فیه ولکنکم ما جفت ارجلکم من البر حتی قلتم لنبیکم اجعل لنا اله کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. الحمد لله رب العالمین.